با انتشار اخبار مربوط به برگزاری راهپیمایی پس از نماز جمعه در بیت المقدس و کرانه باختری بر شمار نیروهای اسرائیلی در مناطق سکونت فلسطینیان بیش از گذشته افزوده شد اقدامات امنیتی در هفته های اخیر و پس از حملات با چاقو که در نهایت منجر به مرگ هفت اسرائیلی و سی و فلسطینی شد افزایش یافته است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره تشدید تدابیر امنیتی گفت اگر در کشور افرادی در خیابانها با چاقو و تبر قصد کشتن مردم را داشته باشند، اسرائیل از نیروی مشروعش مانند هر دولت دیگری استفاده می کند. به نظر شما چه پیش خواهد آمد اگر در نیویورک در میان جمعیت افرادی باشند که بخواهند آمریکایی ها را بکشند؟ به نظر شما با این موضوع چگونه برخورد می شود؟ وزیر اسرائیل همچنین اعلام کرد آماده است با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار کند. این سخنان در حالی بیان می شود که به نظر می رسد آقای عباس نفوذ زیادی بر جوانان فلسطینی برای حل و فصل بحران موجود به ویژه در کرانه باختری رود اردن ندارد.